ما یک شناخت کمی داریم، یک شناخت کیفی داریم. شناخت کمی در برگیرنده علوم مختلف، ما به شناخت کیفی میگیم عرفان. و دو رشته طب مکملی که شما باش آشنا شدیم، یعنی فرادرمانی و سانتولوژی، دو رشته از یک شاخه موضوع کیفیت شناسی است و شاخه های دیگری مثل همین موضوع شعور ضد شعور مادرای دیگه هم از اون کل دیگر منتج میشه، ناشی میشه. و حالا ارتباط مسئله عرفان با دین در اینه که دین مثل یک پرنده است که دو بال داره، یک بالش مذهبه که اصول رهروی رو معرفی میکنه، یک بالش عرفانه که کم کیفیت رهروی رو، کیفیت اعمال رو تعریف میکنه، پشت صحنه رو تعریف میکنه. پس یک اصول رهروی داریم، یک اصول کیفی رهروی داریم، اصول کمی، اصول کیفی. ارتباط مسئله با دین در این است که در واقع یکی از دو بار یک پرنده است که به ما این آموزه رو میده که به صورت کیفی چگونه از رحمانیت عام الهی استفاده کنیم و اعمال خودمون رو با چه کیفیتی عرضه بکنیم، عبادات خودمون رو با چه کیفیتی. راجب کیفیت شناسی چون کمیتش رو یه جای دیگه مورد بررسی قرار میگیره، خب ولی کیفیتش کجا بررسی میشه؟ خب بنابراین کار عرفان نظارت بر کیفیت درست شد و در واقع فرادرمانی یک درمان کیفی است. درمان کیفی یعنی چی؟ درمان کمی یعنی اول درمان کمی رو درمان کمی، درمان کمی یعنی کمی یعنی معاینه، دارو و مثلا اینجور چیزها. معاینه کیفی یعنی درمان کیفی یعنی چیزی که در پشت صحنه، درمانی که از باطن داره صورت میگیره. مثل مثلا شما اگر برای کسی دعا کنید که خدا شفاش بده، این میشه چه درمانی؟ میشه درمان کیفی میشه. شما نه معاینه کردید نه دعا کردید، خب شما مجاز هستید که برای کسی دعا کنید که خدا شفاش بده یا نه؟ مجاز هستید؟ بله مجاز هستید. بنابراین یک اصول کیفی هم بر قضایا چیه؟ حاکمه. و حالا آیا شما اعتقاد دارید که دعایی که می کنید مؤثر هست یا نیست؟ در همون مثلا درمان، در همون شفا مؤثر هست یا نیست؟ مؤثره. بنابراین آیا به صدا واردش بشیم یا واردش نشیم؟ بشیم. پس یک درمان کمی داریم مسیر رو خودشون میده، یه درمان کیفی هم داریم مسیر رو خودشون میده. شما این تجربه رو که در فرادرمانی دستا بردین از چی استفاده کردین؟ فیض الهی، فیض رحمانیتش استفاده کردین. در واقع یه نوع دعا مگر از این میده شما یه اسمی رو میرسید در واقع به خدا سپردید، در واقع از رحمانیت رو استفاده کردید، بهره بردید، درسته یا نه؟ آیا نتیجه داده یا نداده؟ داده که اینجا با هم جمع شدید. بنابراین به این صورتی که ما از بُعد کیفی، از بُعد کیفی وجود، از بُعد کیفی میتونیم استفاده و استفاده بکنیم، بهره ببریم. مثلا در اصل قرار بوده که ما بهره برداری بکنیم، اما به مرور این به دست فراموشی سپرده شده و نقش دعا در زندگی ما
چی شده؟ کمرنگتر شده. امروز ما زبایی داریم به همون دعا برمیگردیم، یعنی کار کمیمون رو داریم ولی نقش دعا رو در زندگیمون داریم پیدا میکنیم و داریم ازش استفاده میکنیم. خب این در واقع شما وارد یک مرحله دعاگونه شدید، دارید به یک نحوی با دعا سر و کار پیدا میکنید. خب که در اون همه اتفاقی ما بوده چیه؟ اتفاقی ما در باره که انجام میدونید چی بوده؟ خودش بوده او اشرافی و لا عوض و لا عوض الا بالله بوده بوده، درسته؟ خب حالا ارتباط این قضیه ما اینا هر از آموزه های دینی است. خب آموزه های دینی در یه جا اصول رو میده، اصوله یه جا کیفیتش رو. چه موقع ما میدونیم نتیجه عمل میدیم؟ زمانی که به کیفیت برسیم. فراموش نکنید در همه چی، در عبادات، در همه چی، زمانی که به کیفیت رسیدیم نتیجه میدیم. خب بنابراین کمیت رو داریم، کیفیت رو همراهش کردیم، حالا میبینید نتیجه داریم. عمل بدون کیفیت میشه چی؟ خب این تجربه شما، تجربه ما، ما داریم عمل رو که حالا کیفیت آمدیم با عملمون همراه کردیم میبینیم که نتیجه داشتیم، نتیجه داریم. خب پس ادواج خلوشون، یعنی در واقع ما داریم از آموزه های دینیمون چیکار میکنیم؟ بهره میگیریم و جنبه عملیش رو با هم تست میکنیم. نه اینکه بشینیم در واقع یک جایی میگه خدا شفاعت بده شما. خب این خدا شفاعت بده برای خاری نبودن چیه؟ عریضه هست. همه به هم میگن خدا شفاعت بده، نتیجه میگیرن؟ نتیجه؟ ولی شما نتیجه میگه چرا؟ چون میگه خدا شفاعت بده اومدید به چیزی واسدیم صرف گرفتیدش و به صلاح خواست شما از این کیفیت برخوردار شده. خب اشتباهه؟ نه. خب بنابراین در واقع ما داریم به یک داشته هایی میرسیم که هزاران سال ادیان تلاش کردن که اینها رو به ما بدن و ما یک فاصله گرفتیم، فاصله گرفتیم و حالا داریم یه آشتی میکنیم و یک بین خودمون و این آموزه ها یک ارتباطی برقرار می‌کنیم.